بازم سلام، حال نگاهی میندازیم به چند خبر ورزشی. برخی از حلقات بیرونی مانع ستایش ورزشکاران کشور از سوی کمیته ملی المپیک شدند. قرار بود امروز کمیته ملی المپیک از ورزشکاران مدال‌آور کشور در خیمه لویه جرگه ستایش کند، اما برخی از افراد غیر مسئول سد این کار شدند. از سوی هم ورزشکاران از این اقدام افراد غیر مسئول انتقاد می کنند و تاکید دارند که ظاهر اغبر مشاور امنیت ریاست اجرایی حکومت با سوی استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ایش مانع ستایش از ورزشکاران شده است. ورزشکارانی که قرار بود به دلیل قهرمانی هایشان از سوی کمیته ملی المپیک تقدیر شوند، اینک این گونه پشت درهای بسته خیمه لوی جرگه استاده اند و اجازه داخل شدن برایشان دادن نمی شود. این اقدام ورزشکاران مدال آور کشور و هم مسئولان کمیته ملی المپیک را ناراحت ساخته است. پروگرام امروزی هم که شما ببینید که کنسل شده، یه هم فکر میکنیم که بعضی دست علاقاتی باشه که نمیخوان که ما داخل خیمه شویم و عرفایی را که داریم بوده بگویم برای شما. افتون بر این. این ورزشکاران میگویند مداخلات افراد غیر مسئول سبب تضعیف روحیه ورزشکاران می شود و تاکید دارند که تمام این مداخلات از سوی ظاهر اغبر مشاور امنیتی ریاست اجرایی حکومت انجام می شود. کسی که با باور ورزشکاران از صلاحیت های وظیفه ایش بارها سوء استفاده کرده است. این را ما شما میفهمیم که این را کیها راه نداده، کیها نمیمانه که ما به لوی جرگه بریم، به خیمه ولیسی لوی جرگه. این را نفراش هم میشناسیم که کی از دسترسش که قرار در آقای زهر اغبر است، آقای سرام الاکرام است. ما متاسفانه اصلا پیام دارم برای کسایی که در رأس رهبریت قرار دارن، اونا جناب اشرف غنی، جناب دکتر صاحب عبدالله. شما کسایی هستین که دو نفر ریاست جمهوری را گرفتین و امروز دو نفر میخواین در کمیته ملی المپیک و در ریاست تربیت بدنی باشه، هرگز این کار را نکنین. خواستیم نظر ظاهر اغبر را در این مورد داشته باشیم، اما با تماس های مکرر حاضر نشد در این مورد صحبت کند. بارهاست که ورزشکاران کشور از دخالت های افراد غیر مسئول در امورات کمیته ملی المپیک کشور شکایت میکنند و این کار آنان را سبب تضعیف ورزش کشور میدانند. با باور این ورزشکاران دخالت های بی جای یگانه نهادی را که در راستای رشد ورزش کشور کار میکند را به بحران خواهد کشانید. نهادی که تاکنون بارها پرچم کشور را بر سکوهای جهانی برافراشته نگه داشته است.